سلام به همراهان راز شادی. اعتماد به نفس نقش مهمی در موفقیت ما دارد. در اینجا قصد داریم به 6 روش بسیار ساده که باعث افزایش اعتماد به نفس ما می شوند بپردازیم. روش اول، هنگام نشستن یا ایستادن قوز نکنید. صرف نظر از اینکه قوز کردن علامتی از عدم اعتماد به نفس است، نشانگر این است که شما خودتان را باور ندارید. بنابراین سعی کنید همیشه شانه هایتان را به سمت عقب ببرید، ستون فقراتتان را صاف کنید و چانه خود را بالا نگه دارید. مورد دوم، به خود یادآوری کنید که اکثر مردم در مورد شما اصلا فکر نمی کنند. افرادی با اعتماد به نفس پایین همیشه نگران این هستند که دیگران چه فکری در مورد آنها می کنند. اما واقعیت امر این است که مردم اصلا راجع به آنها فکر نمی کنند. انسان به صورت طبیعی 99% اوقات درگیر خودش و امور مربوط به زندگیش است. آنقدر مردم در افکار خودشان مشغول هستند که اغلب وقت ندارند به شما فکر کنند. روش سوم، گفتگوهای منفی با خود را کلن متوقف کنید. اگر خودتان را متفاوت توصیف نمی کنید، به احتمال بسیار قوی از آن دسته از افرادی هستید که گفتگوهای منفی زیادی با خودشان دارد. دقت کنید چه چیزهایی به خودتان در طی روز می گویید. هر وقت درباره چیزی مانند این که نمی توانم انجامش دهم فکر می کنید، به سرعت آن را با این جمله که نهایت سعیم را خواهم کرد عوض کنید. روش چهارم، لبخند بزنید و کارها را آسان بگیرید. بعضی افراد به صورت طبیعی جدی هستند. اگر شما هم این گونه هستید، یاد بگیرید که لبخند بزنید. حتی یک لبخند کوچک می تواند شما را فردی دوست داشتنی و با اعتماد به نفس جلوه دهد. برای تبدیل کردن خنده به یک عادت همیشگی، زمانی را در طی روز مشخص کنید و خندیدن عمدی را تمرین کنید. بعد از مدتی خندیدن می تواند به صورت عادت درآید. تحقیقات نشان می دهند که مجبور کردن خودتان به خندیدن برای سلامتی شما بسیار مفید است. روش پنجم، اشتباهات خود را با ملایمت حل کنید. افراد با اعتماد به نفس بالا می دانند که هیچ شخصی کامل نیست. آنها شکست را بخشی از فرایند موفقیت می دانند. بنابراین هر اشتباهی که کرده باشند، هیچ راه دیگری به جز بررسی آن و قول دادن به خودشان که دیگر تکرارش نمی کنند ندارند. اگر اشتباهات شما جزئی هستند، بهترین درمان آنها خندیدن به خودتان است. این بهترین راه برای کنار آمدن با اشتباهات است. روش ششم، مرتباً بازخورد بگیرید. از اطرافیان خود در خصوص اعتماد به نفستان سوال کنید. هر بار که تمرین می کنید، مجدداً سوال کنید. هر کجا که احساس می کنید ضعف دارید، برطرف سازید. دوستان عزیز، آیا شما شخصی با اعتماد به نفس هستید؟ و اینکه چه روش‌های دیگری برای افزایش اعتماد به نفس سراغ دارید؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید و با عضویت در کانال راز شادی همراه همیشگی ما باشید. با تشکر از همراهی شما.